در چهارمین هفته از اعتراضهای سراسری پس از کشته شدن محسا امینی از هنگام و شامگاه سهشنبه 19 مهر تظاهرات پیگیر در چند شهر ایران ادامه یافت و شدت درگیری ها و سرکوب مانند چند روز اخیر در سنندج و دیگر شهرهای کردنشین بیشتر بود بر پایه تصاویر و اطلاعات همرسان شده در شبکه های اجتماعی با وجود محدودیتهای شدید اینترنتی پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان در سنندج و بانه از گاز اشکاور استفاده کردند. پایگاه خبری هنگاب کردستان درگیری ها در سقز و نیز در شریف آباد سنندد را شدید توصیف کرد. معترضان سهشنبه شب در قوم نیز به خیابان آمده و با سر دادن شعار و روشن کردن آتش در منطقه نیروگاه این شهر خیابان را بستند. معترضان از جمله شعار میدادند خامنه ای قاتل ولایتش باطله. تصاویری نیز از اعتراض و درگیری معترضان با نیروهای سرکوبگر حکومتی همراه با پرتاب گاز اشکاور در شهرهای برازجان، تبس و یزدان شهر حکایت دارد. سازمان حقوق بشری هنگاو همچنین روز گذشته در بیانیه شماره 9 خود نوشت که شمار کشته شدگان اعتراض ها در کردستان به 32 تن رسیده است. این سازمان شمار زخمی ها را نیز 1541 تن ذکر کرده است. هنگاو همچنین از روبایش و بازداشت قهری چندین تن از شهروندان در چندین شهر کردنشین از جمله سنندج، پیرانشهر و سقز در روزهای اخیر به دست ماموران امنیتی خبر داده است. پیش از این هرانا، دیگر پایگاه خبری حقوق بشری ایران، شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری در 20 روز نخست را حدود 200 نفر اعلام کرده بود.